شمار از بازنشستگان نهادهای دولتی در هرات از بهر تأخیر در پرداخت نشدن حقوق بازنشستگیشان گردمای اعتراض آمیزی را برگزار کردند. آنان میگن که از آغاز سال نو و مالی تاکنون 6 ماه میگذرد، اما تاکنون آنان حقوقشان را دریافت نکردند. در این حال مستوفیت هرات میگد که به زودی به این مشکل رسیدگی خواهد شد. و جزئیات بیشتر در این مورد فریبا آرام خبرنگار تورو نیوز است، روی خط اسکایپ از فلایت هرات با خود داریم. فریبا سلام و وقت خودت بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. میشه در نخست اشاره بکنین در مورد همین بازنشستگان که به علت پرداخت نشدن حقوقشان اینا دست به اعتراض زدن، میشه بگوین که در کل کسان را که شما در اونجا دیدین در چی سطح هستن، با چی مشکلات در حال حاضر اینا زندگیشان رو به پیش میبرن که اینا نتونستن در حال حاضر با گذشت 6 ماه حقوقشان را دریافت بکنن؟ تشکر. سلام خدمت شما و کسایی که ما رو میبینن. کسایی که امروز تجمع اعتراض آمیز برپا کرده بودن بازنشستگانی بودن که مدت زیادی میشه حقوق بازنشستگی خود دریافت نکردن. بیشتر اینا کسایی بودن که از بخش نظامی و غیر نظامی امروز تجمع کردن و اعتراضشان هم روی همین موضوع بود که از حدود 6 ماه از سال مالی میگذره، اینا هنوز هم نتوانستن که حقوق بازنشستگی خود به دست بیارن و میگن که بیشتر از اینا میگن تنها منبع درآمد ما همین حقوق است و تأخیر در پرداخت این حقوق زندگی ما را به مشکل مواجه ساخته و خواهششان هم همین بود که هرچه زودتر اینا پرداخت باشه تا بتونن که مخارج زندگی خود مهیا بسازن. بله فریبا، اگر اشاره بکنین که آیا در جریان سالهای گذشته هم همین مشکل بازنشستگان داشتن یا که تنها در جریان امسال که بهانه خیلی خوبی هم به وزارت مالیه شده که اینا همون روند انتقال خزینه تقاعد از به وزارت مالیه که علت تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان در ولایت هرات شده؟ تشکر. این دومین گزارش است که از اعتراضات بازنشستگان به خاطر تأخیر در پرداخت معاششان از تورو نیوز ما نشر کردیم. چندی پیش هم سال گذشته مالی آخرای سال بود که یک تعداد از بازنشسته ها اعتراض داشتن که با یک سال مالی رو به ختم است، ما هنوز هم نتوانستیم که حقوق خود دریافت بکنین. امسال هم همین روند ادامه داره. سال قبل بهانه متفاوت بود، امسال که به گفته شما بهانه جدیدتر دارن و میگن که چون پروسه تحویل دهی این خزینه تقاعد به وزارت مالی طولانی است، به همین دلیل 6 ماه طول کشیده و مستوفیت هرات میگه که از برج ثور هرات هم بخش خزینه تقاعد به وزارت مالی یا به مستوفیت انتقال داده شده، به این خاطر تاخیر افتاده در پرداخت معاشا و گفتن که از وزارت مالی امر آمده که تا هفته بعدی معاش پرداخت میشه، ولی متقاعدین میگن از این هفته خیلی برای ما وعده داده شده و هنوز هم این وعده عملی نشده و ما مجبور شدیم تا یک صدای خود بلند بکنیم برای از اینکه معاش ما زودتر پرداخت بشه. بله فریبا، اگر باز هم حقوق این بازنشستگان پرداخت نشه، صحبت را که شما با بازنشستگان داشتین گفتنی از اونها چی خواهد بود؟ تا چی زمان قرار است با این مشکلات اینا زندگیشان را به پیش ببرند؟ در صحبتی که ما با اونا داشتم، اینا کسایی هستند که هر کدامشان چند دهه در نظام و در ادارات ملکی کار کردن و از روند قانونی همه چیز آگاه هستند. کسایی هستند که عمر خود در حکومت کار کردن، حالا در سن کهنسالی رسیدن و اینا گفتن ما به صورت مسالمت آمیز به اعتراض خود ادامه میدیم تا زمانی که معاش ما پرداخت بشه. گفتن ما از همه چیز آگاهیم، روش اعتراض را آگاهیم، هیچ وقت دست به خشونت نمیزنیم، ولی اعتراض ما همچنان ادامه داره و اگر پرداخت نشه گسترده‌تر خواهد شد و افراد بیشتر به ما خواهند پیوست. بله، این کسانی که آمدن بازنشستگان دست به اعتراض دادن و یک گرد همای اعتراض آمیز برگزار کردن، تنها مربوط میشه به بخش های نظامی ولایت هرات یا که بخش های دیگر هم شامل همین اعتراض کنندگان هستند که حقوق از اونها نیز پرداخت نشده؟ کسایی که امروز جمع شده بودند از بخش نظامی هم بودند، از بخش
ملکی هم بیشترشان از بخش نظامی بودن، بیشترشان دگروال ها و دگرمان هایی بودن که تقاعد کرده بودن و معاششان پرداخت نشده بوده، ولی از بخش ملکی هم تعدادی بودن که شاکی از این بودن که معاششان پرداخت نشده و بعضی از اینا میگفتن که حتی یک سال و 6 ماه میشه که معاش پرداخت نشده، یعنی کسایی بودن که سال قبل هم معاششان پرداخت نشده و امسال هم روی او که اینا بیشتر کسایی بودن که شاکی بودن. بله فریم، اگر یک پرسش دیگر هم شما جواب بتین بر ما، ای که در کابل شون شکایت ها خیلی زیاد از این بابت وجود داشته می باشه که از اینا درخواست پول صورت میگیره به ویژه در خزینه تقاعد که اگر اینا پول پرداخت بکنن هر چیز زودتر میتونن حقوقشان را دریافت بکنن. از ولایت هرات هم این چنین شکایت های وجود داره از طرف بازنشستگان که پیش از این مراجعه کرده باشن با عین مشکل روبرو شده باشن. من با همچین موضوعی بر نخوردم، امروز با مسئول اتحادیه متقاعدین هم صحبت کردم و با کسایی که اعتراض هم داشتن همچین موضوعی نگفتن، گفتن که ما بسیار سر میدونن، همیشه میاییم اینجا و برای ما وعده های داده میشه که وعده ها عملی نمیشه، ولی از این که ازشان درخواست پول شده باشه تا ای که معاششان پرداخت بشه همچین چیزی با رسانه ها در جریان نگذاشتن. بله. تشکر فریبا، تشکر از اینکه جزئیات بیشتر بر ما ارائه کردین. سپاس از شما.